دادگاه ششم دسامبر به موضوعات گوناگونی پرداخت، از جمله حاکمیت قانون در چین، تغییر رهبری و تعهد بین‌المللی‌اش، دموکراسی و پیوند اعضا. مسئله برداشت اعضا در چین جزء موضوعات اصلی بود. در دهه اخیر تجارت پیوند اعضا در چین به سرعت رشد کرده است، ولی منبع این اعضای پیوندی هنوز بحث برانگیز است، به خصوص پس از سال 2006 هنگامی که بیمارستان‌های دولتی محکوم شدند به شکنجه و قتل عام تمرین کنندگان فالونگونگ جهت برداشت اعضای بدنشان. این مسئله روز پنجشنبه در بروکسل حین دادرسی کمیته فرعی حقوق بشر پارلمان اروپا مطرح شد. به عبارتی دیگر در چین اعضای بدن افراد برداشته می شود که در این روند جان خود را از دست می دهند. بنابراین بعداً به این موضوع بیشتر می پردازیم. این اعضای بدن از گروه های زیادی برداشته می شود و فالونگونگ یکی از گروه های اصلی است. دادرسی های مشابهی در سالهای 2006 و 2009 در پارلمان اروپا برگزار شد. از آن زمان رژیم چین اعتراف کرده که منبع اصلی اعضای بدن زندانیان اعدامی هستند. بررسی های مستقل نشان می دهند که آنها زندانی های عادی نیستند، بلکه زندانیان عقیدتی هستند که به طور غیرقانونی محکوم شدند. من شخصا با فردی ملاقات کردم که دوست صمیمیش در زندان جان خود را از دست داده بود. در بعد از ظهر یک روز از سلولش منتقل شد. سپس هنگامی که جسد دوستش را در بیمارستان زندان دید، متوجه چندین سوراخ در بدنش شد. او فکر کرد که عمل جراحی صورت گرفته است، ولی بدیهی است که اعضای او برداشته شده بودند. وکیل حقوق بشر و نامزد جایزه صلح نوبل دیوید ماتاس کتابی در رابطه با اتهامات برداشت اجباری اعضا نوشته است. این کتاب شامل ده ها مورد اطلاعات می شود و در پایان نتیجه گیری می کند که حداقل هزاران تمرین کننده فالونگونگ به خاطر اعضای بدنشان کشته شدند. این دادرسی که در آن مقامات اتحادیه اروپا، سیاستمداران و طرفداران حقوق بشر شرکت کردند، از پارلمان اروپا درخواست کردند که برای کمک به پایان بخشیدن برداشت اعضا اقدامات جدی و حقیقی انجام دهند. باید به فکر قانون جدیدی باشیم که برون مرزی و بین المللی باشد، که مسئولیت را بر دوش تک تک افرادی که در این فعالیت های کاملا مجرمانه و غیر قانونی دست دارند بگذارد. به این صورت پیام قوی و جدی به چین فرستاده می شود.